الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روزداران مؤمنین آماده، من ماه خدایم، ماه روزه، ماه قرآن، ماه تسبیح و دعایم، ماه حق، ماه نبی، ماه علی مرتضایم، ماه خیل انبیا و اتقیا و اوصیایم، تا رساند بر همه عالم پیامم را محمد. خوانده از آغاز شهر الله نامم را محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی هادی تیوی، از اینکه یک بار دیگر بیننده ما هستین از برنامه به وقت بیداری از شهر مقدس نجف اشرف در کنار جوار ملکوتی و نورانی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. کمال سپاس و امتنان از همه شما عزیزان دارم. در اولین شب از ماه مبارک رمضان قرار داریم، شب با فضیلت، با خیر و برکت و همچنین ماه مهمانی خداوند. انشاءالله که خداوند به همه ما و شما توفیق بده در این ماه عزیز بتونیم توشه خوبی برای یک سال زندگی معنوی من و برای یک عمر حیات دنیاوی من برداریم و توشه و ذخیره باشه برای قیامت من. به همین مناسبت موضوع برنامه امشب ما تفسیر و شرح خطبه شعبانیه پیامبر عظیم الشأن اسلام می باشد. در خدمت استاد گرامی جناب حاج آقای رضایی هستیم. استاد گرامی امشب مهمان ما هستند در این برنامه، در خدمت ایشان هستیم برای شرح و تفسیر این خطبه نورانی. استاد گرامی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام بینندگان برنامه خوب به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی. تشکر استاد گرامی. همونشون که خدمت دوستان عرض کردیم، موضوع برنامه ما در رابطه با شرح و تفسیر خطبه شعبانیه هست. مختصر معرفی پیرامون این خطبه داشته باشین که خطبه شعبانیه چیه و چطور وارد شده، سندش، در رابطه با سندش محتوای این خطبه برای ما توضیح بدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اجعل فرجنا بفرجهم و ارزقنا شفاعتهم. آغاز میکنیم در نخستین ساعات و اولین ساعات ماه مبارک رمضان در کنار مرقد و مزجع نورانی آقا امیر المؤمنین علیه السلام. جا دارد قبل از پرداختن به پاسخ سوال شما جناب آقای موسوی نسب بزرگوار، حلول ماه مبارک رمضان را محضر همه بینندگان عزیز و همینطور آغاز سال 1402 خورشیدی را هر دو تا رو با هم خدمت شما و بینندگان عزیزی که تماشاچی و تماشا کننده این برنامه هستند تبریک و تهنیت بگوییم. تشکر. امیدوارم این ماه مبارک رمضان که قرین آغاز سال خورشیدی شده، انشالله سال خوب و پربرکت برای همه ما و شما و مخصوصا هموطنان عزیز ما و شما در افغانستان باشن. تشکر. خب در رابطه با خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
می توانیم بگوییم زیباترین تعریفی که در مورد ماه مبارک رمضان و در مورد اوصاف رمضان بیان شده در همین خطبه مبارک است. خب از این که چرا این خطبه را به نام خطبه شعبانیه میگویند، شعبان اینه ماهی که قبل از ماه مبارک رمضان هست، دلیلش اینه، میگه روز راوی آقا امام رضا علیه السلام هست، همینطور از جد بزرگوارشان پدرشان و از پدرشان از جدشان تا این سلسله سند میرسه به وجود نازنین آقا امیر المؤمنین علیه السلام و آقا امیر المؤمنین از وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمایند که در آخرین روزه های ماه شعبان، یعنی در جمعه آخر ماه شعبان قرار داشتیم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر خطبه خواندند و این خطبه را در مورد ماه رمضان و برای آمادگی ماه رمضان ایراد فرمودند. چون که ایراد این خطبه در آخر ماه شعبان واقع شده، معروف شده به چی؟ خطبه شعبانیه. از این باب معروف شده به خطبه شعبانیه. خب یک نکته را من اینجا عرض کنم خدمت شما، می توانیم مثل حدیث سلسله الذهب، که تمام سند این حدیث مثلا طلاییه، این خطبه شعبانیه را هم عرض کنیم که سلسله سندش هم طلاییه، یعنی وجود نازنین آقا امام رضا از پدر بزرگوارشان حضرت موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر از امام صادق، امام صادق از امام باقر، امام باقر از آقا امام زین العابدین، امام زین العابدین از حضرت سید الشهدا و حضرت سید الشهدا هم از حضرت آقا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از وجود نازنین پیغمبر اکرم که ما ینطق عن الهوا هست، ایشان اونجا این خطبه را این گونه نقل میکنه. خب این که این خطبه در کجا نقل شده، در کتاب عیون اخبار الرضا جلد اول صفحه 230 مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تبارک و تعالی علیه ایشان نقل میکنه. حضرت میفرمایند که آقا امیر المومنین علیه السلام یک روزی در محضر پیغمبر بود که همین ایام آخر شعبان بوده، قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم فقال، این ذات یوم در همون روزهای پایانی ماه شعبان بوده به استقبال ماه مبارک رمضان، پیغمبر در یکی از روزهای ماه شعبان این گونه فرمودن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، ای مردم ماه مبارک رمضان که اینجا تعبیری به شهر الله شده، ماه خدا، به سوی شما اقبال نموده، به سوی شما روی آورده، روی آورده به چی؟ به برکت و مغفرت. اینجا هم برکت داره ماه مبارک رمضان، هم مغفرت، که هر دوتا به شکل مطلق بیان شده، یعنی تمام برکات در ماه مبارک رمضان شامل حال بنده ها میشه. خیلی ممنون استاد گرامی. در ابتدای کلام خود وقتی خطبه را ایراد کردین گفتین پیامبر با چنین لحنی بیان کردن که قد اقبل الیکم شهر الله، احسن. بعد خب از اونجا که ما میدونیم زیباترین، یکی از میشه بگفت زیباترین زبانی که در دنیا وجود داره زبان عربیه، به خاطر همین زبان قرآن زبان عربی شده. چرا؟ چون یک ساختار خوبی داره، همه چیز طبق اصول قاعده، هر کلمه و عبارتی که در زبان عربی به کار برده میشه معنای و مفهوم خاصی داره. چرا مثلا پیامبر نفرمودن قد اتا الیکم مثلا یا که قد جاء الیکم، از این تعبیر را استفاده نکردن و فرمودن قد اقبل الیکم؟ به نکته بسیار خوب اشاره کردین. ببینید از نگاه ادبی خود کلمه اقبال و اتیان و مجی، اینا هر کدومشان معانی خاص خودش رو داره. خب می توانست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بفرمایند که قد اتا الیکم یا قد جاء الیکم، ولی به خاطر اون بار معنایی که این کلمه اقبال داره، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کلمه را به کار گرفته. چون
وقتی نگاه کنیم در معانی و در معانی لغوی این چند تا کلمه قشنگ به دست می آید که اقبال یعنی رو آوردن در زبان عربی به معنای رو آوردن با خیر و برکته. اما کلمه اتیان اگر آمدن انجام کار می رفت، خب احتمال داره آمدن خب در برگرنده آمدن با خیر باشه یا آمدن با شر باشه. خب اینجا پیغمبر اکرم تعبیر به اقبال به رو آوردن نموده که این رو آوردن ماه مبارک رمضان به سوی بندگان خدا با مطلق خیر و برکته، هیچ شر و ضرری درش نهفته نیست و هرچی ما از این ماه برداشت میکنیم و هرچی از این ماه به ما میرسه خیر و برکت و خوبی است. همانطوری که حضرت در ادامه فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به سوی شما رو آورده به چی؟ بالبرکت والمغفره. پس اقبال زیباتر، رساتر و کاملتر است از کلمه آمدن و اتیان و مجیء. خیلی ممنون استاد گرامی. از اونجا که ابتدای کلام صحبتمون در رابطه با ایه که همیشه ما میگیم که ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداونده، بله. خب مهمانی در منظر ما انسان ها، مهمان یعنی یک جایی میریم ما رو دعوت میکنن، غذا میدن به ما، تحفیل میگیرن. حالا از انواع خوراکی ها مخصوصا اگر کسی رو به مهمانی دعوت کنن، حتی روایت داریم از امام صادق علیه السلام بقیه ائمه میگن کسی رو مهمانی دعوت کنین غذای خوب بهش بدین، بله. ولی خب مهمانی ماه مبارک رمضان چنین نیست. گشنگی داره، تشنگی داره، سختی داره، مخصوصا در این ایامی که هوا گرمه، بله. بر مناطق هوا گرمه و سخت برای عزیزان روزه بگیرن، کارگرن. این چطور معنای مهمانی با این ماه مبارک رمضان سنخیت داره؟ مهمانی مگه نباید توش آدم آسایش و رفاه داشته باشه؟ چرا در ماه مبارک رمضان که آدم گشنگی میکشیم، تشنه و گشنه هستیم، به ما میگن ما مثلا ما مهمان خداوندیم؟ بله، خب به تعبیر دیگر مثلا این چیگونه مهمانیه که ازش با گرسنگی و تشنگی از آدم استقبال میکنن، پذیرایی میکنن. ببینید جناب آقای موسوی نسب، خداوند بزرگ متعال وقت انسان را خلق کرده، انسانی که انسان کامل باشد، یک انسان مؤمن، بدن انسان تشکیل شده از دو تا عنصر بسیار مهمه، یکی جسم انسان، همون وجود فیزیکی انسانه، یکی روح انسان و اون جوهر ایمانه که در وجود انسان نهفته شده. از نگاه اهمیت اگر نگاه کنیم، انسانی که بدون روح باشد یا روحی که در انسان مرده باشد، اون دیگه انسان کامل گفته نمیشه. اینجا هم که فرموده است که شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شدید، بگذار این متن عربی را هم از خطبه پیغمبر بخوانم. شهر هو عند الله افضل الشهور، این ماه مبارک رمضان ماهی است که در نزد خداوند از بالاترین و افضلترین ماه هاست، یعنی در میان ماه های سال بهترین ماه ها ماه مبارک رمضان است. و ایامه افضل الایام، و روزه های این ماه از بهترین روزه های سال. و لیالیه افضل اللیالی، و شب های این ماه از بهترین شب هاست. و ساعاته افضل الساعات، و لحظاتی که ما در این شب و روزه ها سپری میکنیم از بهترین و عرضم به شما با فضیلت ترین ساعته. هو، حالا اینجا شهرون دعیتم، دعوت شدید به سوی ضیافت الله، شما به سوی مهمانی خدا. اینجا که میگه شما دعوت شدید، نه اینکه با جسم و جانتان دعوت شدید برید انواع و اقسام خوراکی ها و غذاها و نوشیدنی ها برای شما آمده شد، نه، اینجا دعوت شدید تا روح شما را خدای متعال که جزئی اصلی و جزئی مهم انسان کامل هست سیراب کنه، سیر کنه، از عرضم به حضور شما از برکات و کمالات انسانی در این ماه برخوردار بشید. مراد از مهمانی که میفرمایند اینجا مهمان شدن با روح انسان هست، مهمان شدن انسان با قلب انسان است، نه با جسم و جان انسان. خیلی ممنون از شما استاد گرامی، واقعا تعبیر جالبیه. یعنی بیشترین اهتمامی که حضرت پروردگار دارن
خب حقیقت هم همینه که ما در این دنیا آمدیم که روح خود خود رو تعالی بدیم، نه که جسم و جان خود رو تعالی بدیم. و برای همون دیدگاه خداوند در رابطه با مهمانی یه که شما آمادگی بگیرین که در او دنیا ضیافت، اصل ضیافت در او دنیا باشه نه در این دنیا. بله اونجایی هست که خدای متعال میفرماید که از صوم لی، صوم روزه گرفتن برای من است و من خودم پاداشش رو عطا میکنم. بله. پس معلوم میشه که خداوند متعال پذیرایی از این مهمانی را دو جور برای ما و شما در نظر داره، یکی در دنیا که مغفرت باشد، ترقی و درجه ایمان باشه، یکی دم در آخرت که اونجا پاداش اصلی و عرضم به حضور شما اجر و پاداش روزدار در روز قیامت پرداخت خواهد شد. خیلی ممنون. بله بینندگان عزیز، بعد از این بیانات ارزنده که استاد فرمودن ما یک فاصله کوتاه داریم، بعد از این که یک میان برنامه دیدیم بعد دوباره خدمت شما عزیزان هستیم. کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی و من، آگه از این دل پرتب تو فقط بودی و من. کاش هنگام دعا لب زمیان بر میخواست، بی میان جیگری لب تو فقط بودی و من. روزها کاش نبودند و همدم شب بود، شب بی اختر و کوکب تو فقط بودی و من. فاش گویم غم دل، کاش خدایا دائم من بودم از تو لبالب تو فقط بودی و من. واژه در مطلب دل واسطه خوبی نیست، کاش بی واژه و مطلب تو فقط بودی و من. بارلاها واژن و محرم و دل هرزه و لب بیگانه است، کاش بی واسطه هر شب تو فقط بودی و من. کاش حتی دو ملک را زبرم می بردی در حرم خانه ام امشب تو فقط بودی و من. من هم از سینه دل هرزه برون می کردم، این دل صد دله یارب تو فقط بودی و من. یا اله العالمین، یا اله العاصین، یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، عزیز که بیننده ما هستین و ما را همراهی میکنین، کمال سپاس و امتنان داریم. استاد گرامی، در رابطه با مهمانی بودن و ای که گفتین که مهمانی خداونده و تفاوتش با مهمانی ما بنده ها انسان ها توضیحات دادین، اما میشه در رابطه با تفاوت‌های عمده مهمانی خداوند یک کمی که برای ما بیشتر توضیح بدین، چه تفاوت‌های بین مهمانی خداوند و مهمانی‌هایی که ما می‌گیریم وجود داره؟ استفاده. خب باز هم تشکر می‌کنم از شما و همینطور عزیزان پشت صحنه و بینندگان عزیز. ببینید خدای متعال وقتی ما را مهمان قرار داده و خودش شده میزبان، این رو میرسانه که خدا هیچ وقت نسبت به بندگانش کوتاهی نمی کنه و یک پذیرایی بسیار خوبی از ما و شما انجام میده. بیاییم برای اینکه
مهمانی خدا را، ارزشش را خوب بشناسیم و درک بکنیم، یک مقایسه کوتاهی انجام بدیم با مهمانی هایی که غیر خداوند ترتیب می دهد، با مهمانی هایی که دیگران ترتیب می دهد. بعد از این مقایسه قدر و منزلت و بهای مهمانی خدای متعال برای ما شما آشکار میشه. من اینجا طبق سوالی که شما فرمودین چندین تا فرق را همینطور فهرستوار یادداشت کردم خدمت شما و بینندگان عزیز بیان میکنم. خب شاید فرقهای دیگر هم باشد، دوستان پیش خودشان بشینن تفکر بکنن، اندیشه کنن فرقهایی که من اینجا نوشتم، شاید یعنی این همه نباشد، باشد غیر از اینم باشد یا نیازی به اصلاح داشته باشد. در هر صورت نکات جالبی هست که میتونیم تفاوت بین مهمانی خدا و بین مهمانی غیر خدا را ما درک بکنیم. تفاوت اول، سفره کسی که غیر خداست با سفره خدای متعال از نگاه کمیت فرق داره، از نگاه کیفیت فرق داره. سفره خداوند متعال یک سفره هست که لایتناهی و نامحدود، و اما سفره غیر خداوند سفره محدود، تمام شدنی. شما نگاه کنین، اگر یک جایی برای 50 نفر غذا درست شده باشه، اگر 100 نفر بیاین اونجا سر اون سفره وارد بشن، یا اینکه همه سیر نمیشن، یا اینکه کار به زد خورد میرسه، یا اینکه حق مهمانی و مهمانداری اونجا خوب به وجه احسن ادا نمیشه. اما سفره خداوند رو وقتی نگاه کنیم، هر چقدر بنده در این مدت و در این ماه مبارک رمضان بر سر این سفره وارد شود و بر اساس اون توانایی هایی که میتونه در این ماه داشته باشه و از سر این سفره فیض ببره و کسب معنوی برداشت بکنه، هیچ اصلا تمام شدنی نیست و هیچ مشکلی هم برای خدای متعال پیش نمیاد. حتی زیادتر میشه این، حتی برکات الهی، رحمت الهی بیشتر میشه. این تفاوت اول. تفاوت دوم، سفره خداوند متعال اسباب پرورش روح و روان انسان را برای انسان فراهم میکنه. من عرض کردم وجود انسان تشکیل شده از دو تا عنصره. عنصر اول همین جسم فیزیکی ما و شماست، پوست و گوشت و خون و ایناست. عنصر اصلی و اساسی بدن انسان که روح انسان است، روان انسان هست، اون نیاز به تربیت و نیاز به پرورش بیشتر داره. سفره خداوند این بعد از وجود انسان را پرورش میده، اما سفره غیر خداوند اسباب شکم پروری و تن پروریه. ما فوقش برداشتی که میتونیم از سفره غیر خداوند داشته باشیم، انواع و اقسام غذاها را روش جان بکنیم، اضافه وزن و مریضی قند و بله، هیچ گونه تبع بدی عوارضی هم برای ما شما سفره خداوند نداره. هر چقدر انسان بیشتر استفاده بکنه، بیشتر بگیره، به همون اندازه مفیده. اما در سفره غیر خداوند دیگه اگر خدای نکرده زیاد روی بشه، مریضی ها و تبعات بدی را در پی داره. این دو تا تفاوت. تفاوت سوم، اینکه بر سر سفره خداوند فقیر و غنی، سیاه و سفید، ملت های مختلفی به سویه عادلانه حضور دارن، بر اساس همون خدمت شما عرض کنم که همت و اخلاص و ظرفیتی که دارن از سر این سفره برداشت میکنن. اما بر سر سفره غیر خداوند احتمال داره فقط اغنیا باشن، ثروتمندان باشن، فقرا در اون سفره چی؟ جای نداشته باشه. برعکس، این سفره ای که خداوند در ماه مبارک رمضان برای بندگانش گسترانیده، بیشتر فقرا بهره مند میشوند. اونجا در خطبه حضرت در ادامه میفرمایند که شما به فقرا توجه بکنید، به فقرا انفاق بکنید، برای اینها اطعام بکنید، ولو به شق تمره باشد، ولو یک خرما رو از وسط نصف کنید، نصف این خرما رو بدید به فقیر، به کسی که روزه داره، روزی او رو افطار بکنید. این تفاوت سوم. تفاوت چهارم اینه که سفره خداوند متعال
100% از روی نیاز بندگانه. یعنی بندگان خداوند در طول سال 12 ماه 11 ماهی که میگذره به این سفره نیاز دارن، نیاز دارن شب قدری باشه، نیاز دارن این روزداری باشه، نیاز دارن این تقرب به خدا حاصل بشود. اما سفره غیر خداوند در خیلی از موارد ما شما دیدیم که از روی نیاز نیست، از روی عجب و ریا و خودنمایی و بین رقیبا عقب نماندن و اینها، چشم هم چشمی اینها طرف سفره میندازه، مهمانی میگیره و دیگران را دعوت میکنه. پس در سفره خداوند وقتی نگاه میکنیم از روی نیاز بندگان خداوند به این سفره است، و بلکه لطف پروردگار عالم در مقابل نسبت به بندگان اوست. اما در سفره غیر خداوند شما نمیبینی که واقعا کسی از روی نیاز بیاید سفره بندازه و مهمانی را ترتیب بده، نه، بلکه در حین نیاز وقتی نگاه میکنیم غیر خداوند دستش بسته میشه و در خیلی از موارد هست که انفاق صورت نمیگیره. تفاوت پنجمی که سفره خداوند با سفره غیر خداوند داره اینه که در سفره خداوند اسراف وجود نداره. شما نگاه کنید انسان در ماه مبارک رمضان هر چقدر قرآن بخونه اسراف نکرده، هر چقدر محرمات الهی را مراعات بکنه باز هم اسراف نیست، هر چقدر ارتباط با فقرا با طبقه مستمندان برقرار بکنه، دستگیری از اونها بکنه، اخلاق خودش را نیکو قرار بدهد، نسبت به زیر دست خودش، مثلا طرف مدیر شرکت هم، مدیر یک کارخانه هم، زیر دست خودش را ترحم بکنه، با اینها مدارا بکنه، اسراف نیست درش، چون سر سفره خداوند. اما در سفره غیر خداوند الا ماشاءالله اسراف و تبذیر وجود داره که اسراف میکنن غذاهای متنوع. مثلا 10 نفر مهمان دعوت کرده، برای این 10 نفر مهمان به اندازه 50 نفر غذا درست کرده، انواع و اقسام غذاهایی که یک مقداری کمی از او به مصرف میرسه و دیگر را به سطل زباله و آشغال میره. خب این اسرافه. خصوصا یک نکته را دوستان عزیز بینندگان محترم توجه بکنن، در ماه مبارک رمضان خیلی از سفره های انداخته میشه، خیلی از سفره های پهن میشه که این سفره مطلوب نیست، یا سفره هایی نیست که خدای متعال رضایتش بر سر اون سفره است. پس ما و شما در تمام روزها ماه های سال و همینطور مخصوصا در ماه مبارک رمضان سفره هایی را که میندازیم سفره های ما و شما معیاری باشه، خدایی باشه و مورد رضایت پروردگار عالم باشه. به همون اندازه که مهمان دعوت میکنیم به همون اندازه غذا درست بکنیم، اگرم باقی مانده غذای ما و شما مان، اونها را تمیز دستبندی کنیم برسانیم به دست فقرا و پشت در خانه فقرا. یک فرق جالبی که گفتیم اینجا وجود داره که در سر سفره خداوند اسراف وجود نداره، اما بر سر سفره غیر خداوند اسراف وجود داره. فرق ششم در سفره خداوند بزرگ و متعال، بهره ها معنوی، بهره ها اخروی، بهره ها و استفاده ها با اهمیت. اما در سفره غیر خداوند بهره ها فقط مادی. هم و غم اون مهمان اینه که شکم رو ما سیر کنیم. ما نمیگیم سیر کردن شکم بده، کار خوبی نیست، نه کار خوبیه، اما در مقام مقایسه اگر ما بخوایم این دو تا مهمانی و ضیافت را مقایسه کنیم نگاه میکنیم خیلی خیلی در رده پایین قرار داره. و چی برسه چی بسا خیلی از مهمانی ها اصلا عصیان خداوند درش صورت میگیره، سرکشی میشه، شراب میارن بر سر سفره، شراب سرو میکنن برای میزبان ها و غیبت و تهمت و حرفها و از این قبیل برنامه ها که در ماه مبارک رمضان بر سر سفره خداوند متعال از این قبیل امورات وجود نداره. همه طاعت است، مطلق طاعت. نگاه کنی استغفار طاعته، نگاه کنی خود روز، حتی خواب روزدار در سر این سفره عبادته. ما نداریم جای آماده باشه که کسی در خانه میزبان اگر بره در ضیافت عادی و متعارف بین ما و شما
کسی که اگر در خانه میزبان خوابید، او خوابش عبادته. نفس کسیدنش در نزد خداوند طبق خطبه نورانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تسبیح حساب بشود. نومکم عباده و انفاسکم فیه تسبیح. خواب ما در این مهمانی عبادت حساب میشه. پس از همه جهت طاعت و بندگی خدا در این مهمانی هست، منتها در مهمانی غیر خداوند چیه؟ اول میگیم طاعت نیست، استفاده معنوی، بهره معنوی وجود نداره، بهره ها فقط مادی است، دنیوی است. و چه بسا در خیلی از سفره های دیگر طغیان و عصیان و سرکشی خداوند متعال در اونجا قرار داده که ما پناه میبریم از این عصیان و سرکشی به خدای متعال. تفاوت هفتمی که سفره خداوند با سفره غیر خداوند داره چیه؟ اینه که سفره خداوند زمان طولانی را در بر داره. یعنی خداوند این سفره را پهن کرده، شاید در ابتدای استفاده این سفره خیلی از بندگان در خواب غفلت باشن، خیلی از بندگان اصلا نافرمانی کنن، سرکشی کنن، اما شبهای قدر بیاین از سر این سفره بهره مند شوند، که شبهای عفو و مغفرت الهی است. اگر هم شبهای قدر نرسیدن، در دهه آخر ماه مبارک رمضان، روزهای آخر بیاین توبه کنن. پس در نتیجه سفره ای که خداوند انداخته و پهن کرده در این ماه، سفره از نگاه زمانی طولانی ترین زمان رو داره. اما در ضیافت غیر خداوند اگر بریم نگاه بکنیم، شاید یک شب از ضیافت مهمانی چند ساعته، فوقش 3 روز است. بعد از اون دیگه صاحب خانه میزبان به قلب خودش میگه خب چرا این بنده خدا زودتر بلند شده نمیره سراغ کار و برنامه خودش؟ ما را هم علاف کرده، خودش را هم علاف کرده دیگه. یعنی رضایت قلبی میزبان وجود نداره. اما که میگن مهمان یکی دو شب دیگه بس. بله، نه اینکه عمر کامل. اما در مهمانی خداوند ما هر چقدر بیشتر بر سر این سفره بمانیم، رضایت میزبان رو بیشتر جلب کردیم که خدای متعال باشه. فرق هشتم، اسباب پذیرایی که بر سر سفره خداوند، بر سر سفره پربرکت او، پرفیض او آماده شده، این متعلق به خود اوست. متعلق به خود پروردگار عالمه، به ذات پروردگار. اگر میبخشد هم از خودش میبخشد، اگر برکت عطا میکند از خودش عطا میکند، اگر گناهکاری را پناه میدهد با لطف و رحمانیت خودش پناه میدهد. هیچگاه از کسی دیگر آورده و به ما و شما خدای متعال نمیرسد. اما در سفره غیر خداوند نگاه کنیم، احتمال داره که اسباب پذیرایی مال شخص دیگه باشه. میزبان درست آدم محترم و شخصیت بزرگواره، اما مال خودش نیست. چه بسا مال رو به زور از کسان دیگه گرفت. زورمندان نگاه کنیم، ضیافتی که به هم میزنن، پولای مردم به توسط پول مردم ضیافت برقرار میکنه. خب این میشد غصب و کار حرام و سفره حرام. پس فرق هشتم خیلی ظریفه و دقیقه. سفره خداوند، برکاتی که برای سر سفره پهن هست، از انواع و اقسامش متعلق به خود پروردگار عالمه. اما در سفره غیر خداوند، اول که مال خودش باشه شاید بعضش، اما کاملش مال خودش نیست، یا چی بسا مال غصبی است و مال حرام رو بر سر سفره برده. نهمین تفاوتی که ضیافت الهی با ضیافت غیر الهی داره اینه که بحث زمان اصلا در اونجا در نظر نگرفته. یعنی زمان ضیافت هیچ مطرح نیست. شاید در یک زمانی که هوا سرد، هیچ حال میزبان و آمدن او، رسیدن او مد نظر گرفتنش داره. من مهمانی ترتیب دادم، در این وقت کسی آمد خوب، که نیامدن کار نداره. از هوا گرم و همینطور جای صعب العبوری که میزبان خودش رو به سختی اونجا برسانه. اما خدای متعال زمان میزبانی و ضیافتش رو بهترین زمان سال قرار داده، که او کجا باشد، او چی زمان باشد، او ماه مبارک رمضان باشد. البته بعضی ها شاید بگوین خب مکان ضیافت الهی کجاست؟ مکان ضیافت الهی سرزمین کعبه، که اگر کسی توفیق داشته باشد در ماه مبارک رمضان، که بهترین زمان برای مهمانی خدایه، در مکه معظمه در کنار خانه خدا باشد، یا در کنار حرم مطهر و مسجد باصفای آقا امیر المؤمنین علیه السلام،
که بهترین مهمان خداوند بود، با سر پرخون شتاف به ملاقات خداوند در این ماه در اینجا قرار داشته باشد، هم بهترین مکان را از حیث ضیافت از آن خودش کرده و هم بهترین زمان. اما در ضیافت غیر خداوند این زمان و مکان خوب خیلی وقتا لحاظ نمیشه، نمیگیم اصلا لحاظ نمیشود، میشود منتها در اکثر اوقات لحاظ نمیشود. نه، در مهمانی خداوند مطلقا اینها همه لحاظ شده و همیشه مهمانی خداوند در گردش نیست، فقط در ماه مبارک رمضان است. دهمین تفاوتی که مهمانی خداوند با مهمانی غیر خداوند داره اینه که مهمانی غیر خداوند وقتی تمام میشه، بعد از اون شاید از یک کوچه عبور میزبان با مهمان یک جا افتاد، سلام علیکم، ها یاد شما هست چی یک مهمانی مفصلی اون شب شما را دادیم، چقدر پذیرایی کردیم، چلو کباب دادیم به شما، قابلی پلو دادیم به شما. یعنی از باب چی باشد؟ منت و تفاخر باشد، فخر فروشی باشد، به یادش بندازه که ها شما سر سفره من غذا خوردی. اما در مهمانی و ضیافت خدای متعال این منت و تفاخر دیگر وجود نداره. خدا ما را در ماه مبارک رمضان مهمان کرده، بعد از ماه مبارک رمضان به ما منت بگذاره، بنده من تو کسی هستی که مثلا من تو را در بر سر سفره، نه، بنده خوب باشیم، بنده عالی، بنده حقیقی خدا باشیم، خداوند هیچگاه به ما منت نمیگذاره، بلکه بیشتر به ما عطا میکنه. تفاوت 11 که مهمانی خداوند با مهمانی غیر خداوند داره اینه که از سفره غیر خداوند هر چی بیشتر برداشت کنیم به همون اندازه سفره ناقص میشه، سفره از کمیتش کم میشه، حتی شاید از کیفیتش هم کم میشه، هم از کیفیتش کم میشه. حال احوال یعنی صورت ظاهری سفره اصلا بر هم میخوره، چون میبینیم دیگه بعض سفره ها در ابتدا قبل از اینکه مهمانان شروع به خوردن بکنن خیلی زیبا هستن، چیدمان خوب با سلیقه خوب چیده شده، اما بعد از 5 دقیقه شروع به خوردن و نوشیدن نگاه میکنیم غذاهای خوب همه رفت، همه رفت و صورت سفره یک صورت خیلی زشتی به خودش میگیره، نگاه میکنیم همه پسمانده ها آشغال ها بر سر سفره باقی مانده. اما در سفره خداوند متعال ما همچین چیزی نداریم، همه اون چیزی که بر سر سفره است غذاها و خوردنی های مطلوبی برای روحه. کدام بنده هست که بر سر سفره خداوند از مغفرت خداوند بدش بیاید؟ کدام بنده خدا هست که در ماه مبارک رمضان از توبه پذیری خدای متعال خوشش نیاید؟ کدام بنده خدا هست که ثوابی که خداوند در عوض هر خط از قرآن کریم داده به اندازه چند یک ختم قرآن کریم باشه، اینها رو خوشش نیاید و غذای چی باشد؟ خدمت شما عرض کنم که هر وقتی که برداره اینا کم بشه، نه کم نمیشه، تازه هر چی بگذره زیادتر هم میشه، هر چی به آخر ماه مبارک رمضان برسیم سفره پربارتر و رنگینتر و انگار که مغفرت کردن بیشتره، توبه پذیری کردن از طرف خداوند بیشتره، میگه پربارتر میشه. بله، در شبهای قدر وقتی که فرا میرسه میگه که بنده که نیاید و در معرض وزیدن این باد رحمت الهی و در سر سفره این ضیافت خودش رو قرار نده، او شقی و بدبخته، او بیچاره، او زبونه. ولذا پس ما کوشش کنیم از این ضیافت بهترین و با وجه و احسن استفاده رو ببریم. آخرین فرقی که خدمت شما عرض میکنم ضیافت الهی با ضیافت غیر الهی داره اینه که در ضیافت غیر الهی مهمانی های ما و شما خیلی از غذاها شاید باب میل میزبان چی مهمان نباشه، غذا خوشمزه است، خوبه، زحمت کشیده برای آماده شدنش، اما طبع مهمان یک طوری هست که خوشش نمیاد از این غذا، نمک زیاد داره یا بی نمک یا چه، نه اصلا خوشمزه هست. میبینیم خیلی از انسان ها با طبیعت ها مختلفه، آره، از خیلی از غذاها خوشش نمیاد، اما در سر سفره الهی غذای روحی نیست که خداوند در اینجا آماده کرده باشد و کسی بیاید بگوید من از این غذا خوشم نمی آید و غذای دیگر رو می خواهم. همه غذاهای روحی که خداوند اینجا آماده کرده
اگر میگه خواب عبادت است برای روزدار، این یک نوع غذاست که روح انسان 100% میل به این داره که خدایا این خواب مرا عبادت قرار بده. همه و همینطور برکت، مغفرت، رحمت، بخشش خداوند، همه اینها از انواع اسباب پذیرایی و غذاهای روحی است دیگه که روح انسان توسط این غذاها ارزم به شما پالایش میخوره و صاف میشه و به خدای متعال نزدیک میشه. این تفاوتهایی بود که ما بیان کردیم برای ضیافت خداوند بزرگ متعال و ضیافت غیر خداوند. از اینجا فهمیده میشود که قدر و منزلت ضیافت خداوند کجا و قدر و منزلت ضیافت غیر خداوند کجا. تشکر استاد گرامی از اینکه بابا... میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. ما شما مهمانی داریم، خدای متعالم مهمانی داره. واقعا بیانات شیرینی بود و نکات ارزنده بود که استفاده کردیم، از اینکه متاسفانه وقت کافی نداریم که از این شرح و تفسیر این خطبه زیبا بیشتر فیض ببریم. کاش که میشد وقتی بیشتری بود در خدمت شما بودیم. متاسفانه وقت کافی نداریم. سپاس امتنان داریم از شما. انشالله که خدا به همه ما و شما توفیق بده که الهی آمین در این شب و روزها، در این ایام بتونیم هرچی میتونیم از این سفره که برای ما پهن شده کمال استفاده رو بگیریم و هرچی میتونیم بهتر استفاده کنیم. همچون که گفتین نه اسرافیشه نه تبذیریه، هرچی هست خیر و برکته. انشالله که خدا به همه ما و شما و بینندگان عزیز و شیعیان امیرالمومنین در اقصی نقاط دنیا و همه انسان‌هایی که روی زمینن و داد از انسانیت میزنن انشاءالله بتونن این ماه مبارک فقط مختص به ما و مسلمانان نیست، حتی کفار هم مشمول رحمت الهی انشاءالله. که البته وقت تقاضا نکرد، حالا ما این مهمانی مهم و ویژه را بیان کردیم، منتها این آداب داره، آدابش یک جلسه جداگانه میخواد. منتها من خیلی کوتاه یک جمله عرض کنم. ببینید آداب ماه مبارک رمضان بر دو بخش خلاصه میشه، آداب جوانهی و آداب جوارحی. یکی ما آداب جسمی باید داشته باشیم برای پذیرایی این مهمانی، یک آداب روحی. بله. حالا جسمیش که همون مکروهات برای روزدار اینها هست، محرمات مبتلات ما باید مراعات بکنیم. در رابطه با آداب روحیش، آداب جوانحی قلبی روحی، اینه که پیغمبر در جواب امیرالمومنین که حضرت سوال فرمودن که بهترین عمل در این ماه چیه، حضرت فرمودن بهترین عمل در این ماه پرهیز از گناهان، رعایت ورع و تقوای الهیه. امیدوارم ما شما در این ایام و در این روزه ها از گرفتن روزه به خوردن و به نخوردن و نیاشامیدن اکتفا نکنیم، تمام اعضا بدن ما روزه دار باشه. خیلی ممنون استاد گرامی. بله بینندگان عزیز، از این که وقت گرانبهایتون رو در اختیار ما قرار دادین کمال سپاس امتنان داریم و همچنین که استاد فرمودن انشالله که این ایام و ساعات فقط اکتفا به نخوردن و نآشامیدن نباشه، بلکه تمام روح و جسم من روزه دار باشه و در این ساعات و روزها یک کمی به فکر فقرا و زیر دستانم باشین، کسایی که زندگی سختی دارن، کوشش کنیم که هوای دوستا و عزیزانمون هم داشته باشیم. کمال سپاس امتنان دارم. ما را از دعای خیرتون محروم مفرمایید. انشاءالله که دعاگوی ما هم باشین و بنده و همکاران عزیزم از همه شما التماس دعا داریم. تا درود دیگر، بدرود.